سلام، شبتان بخیر. به برنامه خوش آمدید. قنسولگری افغانستان در استانبول به نماینده امارت اسلامی واگذار شد. وزارت امور خارجه در اعلامی میگوید دیپلمات های فرستاده شده از سوی امارت اسلامی به گونه رسمی در قنسولگری افغانستان در استانبول کار خود را آغاز کردند. اعلامیه می افزاید نمایندگان وزارت امور خارجه تلاش می کنند تا به گونه شفاف در زمینه ارائه خدمات لازم قنسولی برای پناهجویان افغان در آنجا فعالیت کنند. در نخست برنامه گزارش. اماکن دیپلماتیک افغانستان در کشورهای منطقه یکی پی دیگر به امارت اسلامی سپرده می شوند. در تازه ترین مورد، وزارت امور خارجه می گوید قنسولگری افغانستان در استانبول به دیپلمات های فرستاده شده امارت اسلامی واگذار شده است. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است دیپلمات های اعزامی به گونه رسمی در سر قنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه کار خود را آغاز کردند. در اعلامیه آمده است در کنار ویژگی و اهمیت روابط دیپلماتیک امارت اسلامی و ترکیه، حضور هزاران پناهجوی افغان در استانبول بر اهمیت این شهر افزوده و نمایندگان دولت سرپرست را واداشته تا در زمینه ارائه خدمات قنسولی به گونه شفاف فعالیت داشته باشند. در بهرنی چارو وزارت هڅه کوي چې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو ترڅنګ په بهر کې د افغانستان سیاسي استازولۍ په بشپړ مسولیت او شفافیت سره بهر میشتو وطنوالو ته کنسولي خدمات وړاندې کړي. د دې ترڅنګ چې د ترکیه جمهوریت سره د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټیک اړیکې ځانګړی اهمیت لري، استانبول کې د زرګونو افغان کډوالو شتون د دې ښار اهمیت لا زیاتوي او ایجابوي چې د افغان حکومت استازي په شفاف ډول ټول لازم خدمات وړاندې کړي. سیاستګران میگویند سپرده شدن سفارتخانه ها و قنسولگری های افغانستان به امارت اسلامی مسئولیت دولت سرپرست را سنگین تر می سازد. به گفته سیاستگران این اقدام همچنان در کنار بهبود روابط کابل استانبول می تواند در راستای رسیدگی درست به موقع به چالش های صدراه پناهجویان افغان مؤثر باشد. د سفارتونو کنسولي او د ورکړې سره د طالب چارواکو مسؤلیتونه هغه زیاتېږي. په کار داسې د هغو افغانانو چې په دې هېوادونو کې پراته دي ستونزې لري، مسایلې دي، بندیان دي، د هغوی په حلولو کې مرسته وشي او په لویه کې هغه ترینګلتیا چې د سیمې او د اسلامي امارت چارواکو تر منځ لیدل کېږي د هغو په کمولو کې دغه کارونه یا دغه لاسته راوړنې مرسته وکړي. شمار از کشورها همچون روسیه، پاکستان، چین، ایران و ترکمنستان که روابط نزدیک با دولت سرپرست دارند، دیپلمات‌های امارت اسلامی را پذیرفتند. آگاهان میگویند واگذاری نمایندگی‌های سیاسی و دیپلماتیک افغانستان یکی پی دیگر به امارت اسلامی، دولت سرپرست افغانستان را یک گام دیگر به سمت رسمیت شناسی نزدیک‌تر می‌سازد. واگذاری سفارتخانه های افغانستان در منطقه فراتر از منطقه، جدا از این که افزایش و تعامل طالبان با منطقه فراتر از منطقه سخن میزنم، من فکر میکنم که مبنای شکلگیری این روابط را بیشتر مسائل و نگرانی های امنیتی شکل میدهد. یعنی نگرانی ها و مسائل امنیتی سبب شده تا کشورهای منطقه فراتر از منطقه و طالبان بیشتر نزدیک شوند. دیروز سفارت افغانستان در تهران به گونه رسمی به امارت اسلامی تحویل داده شده است. وزارت خارجه افغانستان فضل احمد حقانی را به عنوان شارج دافیر معرفی کرده است. دوباره خوش آمدید. در این مورد بیشتر بحث میکنم. مهمانان من در این برنامه داوود آبدی، رئیس شورای صلح ملت افغانستان، احمد سیدی، استاد پهنتون، آصف مبلغ، آگاه مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه. بحث با شما آغاز بکنم. آبدی صاحب، دیدگاه شما چی از قنسولگری استانبول به حکومت سرپرست داده شد؟ چقدر میتونه زمینه رابطه فراهم بکنه؟ الحمدلله و کفا و سلام علی عباد الذین اصطفا و بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین سلام و احترامات خدمت گرامی شما، دو مهمان محترم و عزیزتان و ملت نجیب افغانستان تقدیم بکنم. از اما اولتر ای حرکت دولت ایران و ترکیه را به مردم شریف و مؤمن افغانستان مبارک باد میگم. امیدوار استم که برادرها به نمایندگی از ملت شریف افغانستان کارهایی را انجام بتن که به نفع ملت ما باشه و چهره واقعی ملت ما را به جهان و خصوصا به ای دو مردم معرفی بکنن. موفقیتشان از خداوند میخواییم. ثانیاً عرض شود که نشان میده که از یک طرف دیپلماسی یا شدل دیپلماسی افغانستان به رهبری برادر عزیز ما متقی صاحب داره آیسته آیسته نتیجه میده.
از طرف دیگه اقانیت مردم ما و حکومت سرپرست امارت اسلامی به این کشورها واضح شده. متوجه شدن که بدیل دیگه وجود نداره اگر میخواین با مردم افغانستان کار بکنن، تعامل داشته باشن. از جانب دیگه طرف مقابل یا او برادرای دیپلمات ما که در از افغانستان نمایندگی میکردن در این مدت هم چانس خود داشتن و وظیفهشان مقدسانه انشالله حتما به اختتام رسیده. شاید از تعاملات و اصول و ضوابط وزارت خارجه باشه که بعد از 3 سال دیپلمات هایی که ایفای وظیفه کردن به جای دیگه تبدیل شوند و یا از او وظایف بیاین به داخل و اجرات بکنن. امید است که حکومت های از این دو کشور مسلمان و برادر ما هم از این موقع استفاده بکنن، به نمایندگی از ملت افغانستان و حکومت سرپرست با این برادرها و این منبع دیپلماسی افغانستان تعاملات نیک داشته باشه. فکر میکنین که روابط حال به گونه سیاسی شوه؟ روابط رسمی شوه؟ این مربوط به کشورهاست. امارت اسلامی افغانستان از روز اول عادش تمنا و خواهش شمی بوده و هدف شمامی است که با همه جهان تعاملات رسمی داشته باشه. اما این جهانیان بوده که نخواستن این قدم درست و مثبت بردارن. امیدوار استیم که آغاز کار باشه. باید من این عرض بکنم که ملت ما و حکومت سرپرست در بنای کار است، در شروع کار است. احاده امارت اسلامی خودش یک قدم نو و یک تعاول جدید بود. همین قسم گماشتن ای برادرای ما و پذیرش از اینا از طرف از دو کشور محترم و برادر ما هم امیدوار کننده است تا دیگه کشورهای اسلامی به اساس اخوات برادری رسمیات در میان بگذارن و نمایندگی های امارت بپذیرن. تشکر. سیدی صاحب، روابط افغانستان و ترکیه اگر در نخست ارزیابی بکنیم در 18 ماه چگونه بود؟ تشکر میکنم خدمت جناب شما، هر دو مهمان گرامی، بیننده های شما سلام و عرض ادب دارم. بله، در گذشته و حال روابط افغانستان با ترکیه بد نبوده، اما ترکیه، ایران، پاکستان در حال حاضر کشورهایی هستند که از نگاه اقتصادی و سیاسی با چالش های بزرگی روبرو هستند. ایران هم وضعیت داخلیش خیلی مشکلزا هست، هم اقتصادش. ترکیه هم بعد از زلزله اخیر به چالش های گوناگونی دچار شده که انتخابات پیش رو داره. پاکستان خب اقتصادش شما میفهمید. برمیگردیم به روابط قنسولی ترکیه. فراموش نکنین که یکی دیپلماسی است و یکی روابط دیپلماتیک است. دیپلماسی روش، سلوک و اصولی که کارمندان وزارت خارجه مطابق کنوانسیون های وین، کنوانسیون ژنوا و کنوانسیون های بین‌المللی به کار میبرند. اما دیپلمات به کسی گفته میشه که به نمایندگی یک کشور و کشور دیگه میره. روابط دیپلماتیکی است که باید سفیر به کشور فرستاده شه، رهبر همون کشور، اگر رئیس جمهور، اگر نخست وزیر، از هر کس که هست، اگریمان حضور یا اعتمادنامه حضور را رسما بپذیره و او را قبول کنه. ای تبادل شد. اما اون چی که در حال حاضر برای ترکیه و ایران صورت گرفته، لحظات پیش وزارت خارجه ایران گفت که این کار داخلی افغان هاست. به هیچ صورت این عملی که انجام شده کار داخلی دیپلمات ها بوده، به معنی رسمی شناختن نیست. و ترکیه هم در یک تقریبا 2 ساعت پیش این ابلاغیر داد که ما این کار به خاطر سهولتی پاسپورت و ویزه برای افغان ها کرده، این به معنی رسمی شناختن نیست. اما ببینیم، افغان ها یک تعداد مشکلاتی داشتن، پاکستان هم بود. مثلا در ایران ما تعداد مهاجرین زیاد داریم، در ترکیه مهاجرین زیاد داریم. وقتی که نمایندگی قنسولگری در ترکیه کاری را امضا میکرد، وزارت خارجه افغانستان تحت رهبری آقای متقی قبول نمیکرد. اگر از طرف وزارت خارجه افغانستان کاری ارسال میشد، او را قبول نمیکردن. بلن مشکلی مردم میموند. فراموش نکنید که خدمت شما یک عرضی، چون من قبلا دیپلمات بودم،
کنسولگری کنسولگری مرجع دیپلماتیک نیست، مسئله اجرایی است. یعنی کنسولگری ها کار پاسپورت میکنه، کار ویزه میکنه، اما دیپلمات و نمایندگی سفرا هستند که کار خود انجام میدن. من فراموش نکنیم که من میگم کشورها حق دارن که یک کشوری به رسمیت بشناسن، یک دولت مشروط، برای اینکه از طریق مطبوعات و رسانه ها رسمیتش اعلان کرده باشد. این میتونه یک روابط، کاری که حال شده به عقیده ایمه یک سهولت روابط کاری است، روابط کاری است، نه روابط دیپلماتیک و سیاسی. فکر میکنین این روابط کاری بر روابط سیاسی بدل خواهد شد؟ ببینید تفاوت داره. روابط کاری است که شما به جهت حل مشکلی مردم یک راه را میسنجید، میگونه نمی کنسول فعال شه، ویزر بته، پاسپورت بته، امضا کنه تا مشکلی مردم حل شه. اما روابط دیپلماتیکی است که شما کشوری را که به رسمیت میشناسید، از سازمان ملل متحد شروع تا در دنیا در ارزش ها و معیارها باز از او حمایت میکنید، در یک صف قرار میگیرید و پشتیبانی میکنید و باورید پذیرش رسمی شما قرار میگیرید. تشکر. مبلغ صاحب، در 18 ماه روابط افغانستان با ترکیه روابط سیاسی بود؟ با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما، مهمان های ارجمند شما. چند تا نکته را من میخواهم خدمتتان عرض بکنم. یک، افغانستان و ترکیه و در کل کشورهای در این منطقه قرار داره، سرنوشت یکسان دارد، در همتنیدگی های فرهنگی سیاسی بسیار بسیار عمیق دارد، مشکلات و معضلات را دارد که به همدیگه پیوسته است. بنابراین یک کانال ارتباطی اجتناب ناپذیر هست. همین حالا تعداد زیادی از افغان های ما و شما به شکل قاچاق در ترکیه زندگی میکنند، تعداد زیادی هم هستند که از مسیر ترکیه به قصد قاچاق به اروپا رد میشن. تعداد زیاد از زندانیان افغانستانی هستند که اینا در ترکیه به جرمای مختلف از جمله ترافیک مواد مخدر در زندان ترکیه هستند و مسائل دیگه از این دست را شما به این علاوه بکنید. بنابراین همیشه چه در زمان جمهوریت و چه بعد از او، ترک ها سعی کرده که روابط تجاری خودشان را داشته باشه، روابط فرهنگیشان را با مجموعه های مختلف از افغانستان داشته و داره و در بحث مسائل اداری هم مجبور هست ترکیه که یک کانال ارتباطی را فعلا با طالبان داشته باشه. ما دو نوع حکومت داریم. یک حکومت دفاکتو هست، یک دجوره. شما میفهمید در حکومت دجوره که حکومت رسمی هست، تبادل در سطح سفرا هست، اما وقتی در یک کشور کودتا میشه یا در یک کشور یک گروه شورشی حکومت را به دست میگیره، معمولا کشورهای دیگه در پایین تر از حد سفیر در سطح کاردار و اینا برای حل مشکلات طرفینی کانال ارتباطی را باز میگذاره. بنابراین نه پذیرش کاردار طالبان در تهران به معنای یک برد سیاسی برای آقای متقی و وزارت خارجه طالبان هست و نه هم پذیرش سرکنسول طالبان در استانبول میتانه به مفهوم یک برد سیاسی برای طالبان تلقی شد. چگونه در حال حاضر نماینده امارت اسلامی در کنسولگری استانبول حضور داره؟ شما فکر کنید مثلا در سریلانکا یک گروه شورشی سر کار میآید، کشورهای دیگه برای حفظ منافع مشترک کاردار او را نه سفیر او را قبول میکنند. این به معنای به رسمیت شناختن گروه شورشی سریلانکا نیست. به همین شکل هم قبول کاردار طالبان در تهران و در ترکیه به معنای پذیرش رسمیت نظام طالبانی نیست. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. آبدی صاحب، ترکیه و ایران به خاطر مهار کردن وضعیت درونی خودشان حاضر شدن که نماینده حکومت سرپرست بپذیرن؟ اگر این موضوع هم باشه، ایرم لبیک میگیم. دنیا اگر به سطح سفرا یا به سطح کاردار و قنسل ها کار میکنن، همیش به اساس ضروریات و منافع اولیای کشورهایشان است. سطحش از دید دیپلماتیک فرق میکنه. اگر برادران ما در ترکیه و در ایران
همچون ضرورت را احساس کرده باشند. خب به این متعقن استیم که با وزارت محترم خارجی افغانستان این مسئله را در میان گذاشتن، مشکل خود مطرح کردن. الحمدلله که امروز امارت اسلامی میتونه به مشکلات افغانها در خارج از افغانستان هم بپردازه. خود از این نشان میده دست دراز و گسترده امارت اسلامی را که میتونه ولی الحمدلله برای 6 الی 7 میلیون مهاجر افغان که خارج از افغانستان هستند، در هر کشور و در هر کجای دنیا هستند، رسیدگی بکنن. ای که این روابط آیستا آیستا اعتماد بیشتر بین دو کشور و دو ملت زیاد کنه، ما امیدوار هستیم. به او خاطر اطمینان داریم که این تغییرات و این تحولات در دو کشور در سطح نمایندگی های افغانستان به اساس تفاهم و علاقه جانبین صورت گرفته و این را لبیک میگه. اما عبدالی صاحب، یک بحث است. شما گفتین بر خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان که در کشور هاست. یک بحث است، وقتی کشورها حاضر نیستن، حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت بشناسه، چگونه میشه سفیر یا سرقنسل که اینجا دفاعی وظیفه میکنن حرف از او، یا مشکلی که میبرن، مشکل افغانا را میبرن که تا حل بشه صدایش شنیده میشه یا خیر؟ حتما میشه که درخواست کردن و توافق کردن و بر علاوه که مسئولین جدید در اونجا رفته، آیت از وزارت خارجه هم که 7 نفر هستن رفتن. سیدی صاحب محترم مهربانی کردن، گفتن که اینا به خاطر اهل معضلات داخلی و افغانهایی که در اونجا هست اینا رفتن. حتما صدایشان شنیده میشه. اگر دولت های میزبان علاقمند به این نبودن که صدای زیارا بشنوند، لازم هم نبود که نارا بپذیرم. فکر نمیکنید وقتی که صدایشان میشنوه به معنی عزیز که رسمی شناسی است؟ البته اینا به زبان های مختلف دولت ها با هم صحبت میکنن. تا جایی که به ما مثلا مربوط است و من خودم برداشت دارم، در عمل اینا به رسمیت شناختن امارت اسلامی را، چرا که از اینا تقاضا کردن که دیپلمات جدید و یا امارت تقاضا کرده که دیپلمات جدید بره. اما در زبان تا حال اقرار نکردن که ما امارت اسلامی را یا حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت میشناسیم. این مسئله داخلی خود از اوناست. امارت اسلامی و یا حکومت سرپرست کدام عالی فشار نداره که سر از اونا وارد کنه تا اونا بپذیرنی را. منتظر است که هر وقت اونا به حقانیت مواقف ما و اصلاح مواقف ما پی بردن، 100% که روابط انکشاف میتن. تشکر. سیدی صاحب، در روابط بین الملل چنین چیزی هست وقتی یک کشور حکومت سرپرست یا حکومت را نمیخواه به رسمیت بشناسه، اما قنسول یا سفیرش اجازه میتر داخل کشورش به خاطر حل مشکلات مردم ایفای وظیفه بکنن؟ ببینین، یک روابط ملت هاست، سهولت به خاطر کار مردم هست، یک روابط به خاطر کار حکومت هاست. روابطی که را که ایران و ترکیه برقرار کردن، بار اعلان کردن که ای به معنی رسمیت شناختن نیست، ای به خاطر سهولت سازی برای کار مردم است. یک بار دیگر توضیح بدم. مثلا از قنسولگری ترکیه استانبول کسی ورقی کسی تصدیق میکرد امضایش در وزارت خارجه به خاطره که نماینده آقای متقی نبود نمیچاری، بنابراین آدم سرگردان میموند. یا آقای متقی یا کسی دیگری از کابل چیزی را تصدیق میکردن، قنسولگری در استانبول نمیپذیرفت، بنابراین این آدم کارش به هوا میموند. حالا همینقدر میشه که یک کسی را که نماینده طالبان در استانبول امضا میکنه، کابل او را قبول میکنه، مانند نکاح خط، مانند پاسپورت، مانند وکالت خط، مانند سند بریزی. ببینید، یک دیپلماتیک است، یک دیپلماسی است و یک اجرایی است. این کارها به خاطر سهولت برای مردم شده. بار ترکیه و ایران اعلان کردن که به معنی رسمیت شناختن نیست. ایران مشکلات خود را داره. شما امروز شنیدین که در سازمان ملل متحد جلسه بود، وقتی که آقای میر عبدالالهی صحبت خود شروع کرد، وزیر خارجه ایران، تمام اعضا جلسه را ترک کردن، تنها موند با یک کشور دیگر.
برد در حالت انزوایی که حال ترکیه به دست انزوایی که ایران داره یا انزوایی که پاکستان داره اینا چالشه. اما باوری می است که اگر مشکل افغانستان با این کنسول یا رفتن کنسول حل بشه ما لبک میگیم، مخالفتی نداری مشکل، اما این به معنای به رسمیت شناختن نیست. یعنی در اصل دیپلماتیک چنین چیزی وجود نداره؟ بله، به هیچ صورت اینا اعلان کرده رسما. شما شنیدین هم وزارت خارجه ایران اعلان کرده هم ترکیه، که مطمئن بیشتر تکرار کردم که این کنسولی است نه سفارت. ببینید من چی میگم، سفیر تعریفش چی است؟ سفیر نماینده رئیس جمهور است بین دو کشور، یعنی نماینده رئیس جمهور در، اما کنسول مامور اجرایی است. مامور اجرایی است که مکتوب امضا کنه، پاسپورت امضا کنه، مر میکنه. این مامور اجرایی است، این دیپلمات سیاسی نیست. درست، اما مقام های حکومت سرپرست گفتند که در حال حاضر وزارت خارجه با سفیر افغانستان در ترکیه رابط داره و سفیر هم از وزارت خارجه اوامر میگیره. ببینید آقای راوین قبلا در زمان اشرف غنی مقرر شده، ولی همونجا رفتم. من عجیب هستم کسی که روالم ایران درست است، بدیدم که دیروز با داخل سفارت ایران طالبان بیرق خود بالا کردن، اما من خود طالبان به سفارت ترکیه نهیدم که بیرق طالبان بالا شده، بیرق سابق است. یک نوع روابطی سلام علیک رامین داره، یک تعداد کسای دیگه دارن سلام علیک دارن به خاطر سهولت، اما به رسمیت شناختن ای است که ای از طرف امارت طالبان چی میگم اگریمان خود یا اعتمادنامه ساده میگم اعتمادنامه خود ببره به اردوغان تسلیم کنه یا ببره به امام خمینی تسلیم کنه. هر وقت که ما همی کار دیدیم و دیدیم که در بالای سفارت افغانستان چی اینجا چی اونجا بیرق امارت برافراشته شد، اعتمادنامه خود تکرار میکنم، اعتمادنامه خود داد بود ما میگم درست. اما در تهران شما دیده باشین سیدی صاحب بیرق امارت اسلامی در سفارت با خود بردن و هست؟ بالای سفارت نشده. به داخل هر کس حق داره بیرق حزبی خوده، به داخل یک کس حق داره بیرق حزبی خوده بذاره، بیرق جنبش رو بذاره، بیرق وحدت بذاره، او در داخل سفارت، در سر سفارت نشده. تشکر. مبلغ صاحب تعاملات چگونه است؟ افغانستان بعد از این فکر میکنن که دیگر کشورها حاضر شوند سفارت یا کنسولگری را به حکومت سرپرست بسپارند؟ ببینید من چون از لحاظ بحث حقوقی خدمت تا نفس کردم، یک بار دیگه تکرار میکنم، ببینید اشتباه نشود، حتی گروه های شورشی را حکومت ها کاردارشان را، نه سفیرشان را، کاردارشان را قبول میکنند، در سطح کاردار و کنسول قبول میکنند، حتی گروه های شورشی، خمرهای سرخ، حتی مثلا خمرهای سرخی که متهم به نسل کشی هست را کشورهای اطرافش به خاطر سهولت کاردار و کنسولش قبول میکنند. اما از لحاظ حقوقی هیچ رابطه، هیچ قرارداد طرفینی بین دو تا دولت بسته نمیشه و اگر بسته شه و برای حکومت‌های بعدی الزام آور نیست، هیچ بند حقوقی الزام آور نیست. یعنی شما بین حکومت ترکیه و حکومت افغانستان هر توافقی صورت بگیره برای حکومت، یکی از قوانین دولت‌ها استمرار هست. یعنی چی؟ یعنی اگر ظاهرشاه معاهده را بسته کرده، حکومت امروز افغانستان باید به معاهده ظاهرشاه تا زمانی که منسوخ نشه پابند باشه. یه اصل بین المللی هست، این از لحاظ قانون بین المللی هست. خمرهای سرخ هم اگر بیاید در یک جا مسلط شود، کشورهای اطرافش برای اینه که مجرمان را با اونا تبادله بکنه یا مثلا مرزا را بسته بکنه یا مسائل از این دستا، در سطح کاردار قبول میکنه. اما در سطح سفیر که بیای رئیس جمهور پای اعتبارنامه او را امضا بکنه قبول نمیکنه. این چیز تازه برای طالبان نیست. بنابراین من فکر میکنم که چیزی را که وزارت خارجه نامنهاد طالبان از اون نام میبره بیشتر یک پروپاگاندا هست و چگونه پروپاگاندا است؟ شما گفتین در حال حاضر کنسول در اونجا کار خود آغاز کردن. من بار بار خدمتتان گفتم که اینا که حتی یک گروه شورشی مثل خمرهای سرخ هم ممکنه یک نماینده خود رایی بکنن، مهم نیست. ما هدف نیست که شما گفتین پروپاگاندا است، یعنی شایعه است، اما این خود شایعه نیست، در حال حاضر هم اونجا کار آغاز کردن. ببینید هیچ برد سیاسی برای حکومت طالبان محسوب نمیشه. حکومت طالبان
از نظر قانون بین الملل در هیچ جا از حکومت مردم افغانستان نمیتونه نمایندگی بکنه. چرا؟ چون نه مشروعیت بین المللی داره نه مشروعیت ملی داره. درست؟ در نظام بین الملل، در سازمان ملل، در قوانین بین المللی پای هیچ معاهده را شما یک مقام طالب نمیتونه امضا بکنه. اما یک پاسپورت برای تبعه افغانی صادر بکنه یا یگان تا تبعه افغانی را قاچاق آمد افغانستانی را بفرسته به آقای متقی، پس در این حد بله. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. عابدی صاحب، روایت های وجود داره مشروعیت ملی با مشروعیت بین المللی تاثیر گذاشته. حکومت سرپرست مشروعیت ملی داره؟ مربوط به ایست که مشروعیت چطور تعریف میکنیم. اگر مشروعیت به این معنا باشه که از طریق انتخابات آزاد یک حکومت به وجود بیاید، این یک بحث است. اما اگر حکومت از طریق تغلب یعنی غلبه به وجود بیاید، هم یک نوع مشروعیت است. از دیدگاه ما حکومت سرپرست فعلی در سطح کشور مشروعیت خود نظر به اقدامات نیکی که کرده اخذ کرده، اما جای داره که ملت ما باش تفاهم شوه، صحبت شوه، تا که اهدافی که بر ملت از دولت خود تقاضا دارن در مشروعیت قانون اساسی جا داده شو. یک وثیقه قانونی که در اصل مسیر حرکت و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور و امارت اسلامی را تشریح می‌کنه و مسیر راه را برای خارجی‌ها باز می‌کنه که مثلا اگر میخواین در افغانستان دیپلمات ها داشته باشن، چی تقاضاها و چی امیدهایی از حکومت افغانستان داشته باشن. اگر اتباعی کشورهایشان میخواین در اینجا سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری از اونا چطور مسون میشه و چطور اونا میتونن که از این سرمایه گذاری خود مطمئن شون و تحت چی نوع قوانین داخلی اینا اجراعات میتونن. و اگر قضیه قانونی بین یک افغان و شرکت و یا سرمایه داری از اینا یا سرمایه گذاری از اینا رخ میده، با تحت کدام قوانین مثلا حل و فصل میشه. به این خاطر مشروعیت از دیدگاه هر کس فرق میکنه. درست. آبی صاحب، یک سوال اینجاست که حکومت ها بالای مردم میشه، خواستای مردم باید شنیده شوه. فکر میکنین خواستای مردم افغانستان تا هنوز توسط حکومت سرپرست شنیده شده؟ اگر اجازه باشه من یک تصحیح بکنم، حکومت بالای مردم نمیشه، بلکه حکومت ها خادم مردم هستند، باید خدمتگزار مردم باشند. چرا؟ اونا از مالیه که من و خودت میپردازه معاش میگیرن، وظیفه از اونا خدمت هست. امیرالمومنین افضل‌الله هم اگر شما فرامین مختلف شدیده باشین در آخرش نوشته که خادم دین. اینا اگر حکومت میکنن امروز مسئولیت ملت ما را به دوش دارن. حکومت از آن الله است در اسلام. حکم الیس الله به احکم الحاکمین. حکومت از آن الله است، اما مسئولین از حکومت اسلامی مسئولیت دارند تا به خلق الله، به اساس کتاب الله، به اساس سنت محمد رسول الله و منافع اولیای کشور ما رفتار بکنند. منافع اولیای کشور ما در این نهفته است که تمام اقشار ملت نظریاتش شنیده شود. مثلا شما در یک خانه هستین، فرزندان بزرگ و کوچک هم دارین، یک تصمیم فامیلی میگیرین. این مهم است که با کوچکترین فرد فامیل هم مشوره شوه. چرا؟ این فامیل با هم میتونن به ترقی و ارتقا برسن و میتونن با هم خدای ناخواسته به بسیار مشکلات دوچار شوند. فکر میکنید چرا در 18 ما با می مشوره صورت نگرفته با مردم خیلی؟ صورت گرفته، شاید با من و با شما با یک تعداد دیگرایی که واقعاً
واجبی ازی بودن که بایشان مشوره شوه، مشوره نشده که نقیصه باید اصلاح شوه و هرچی زودتر اصلاح شوه. اما مشوره ها صورت داره، خود امارت اسلامی شورای رهبری داره که در راسش امیرالمومنین عبدالله است، بعد از او امارت است. امیر تنها تبلیغ تصامیم شورای عالی را میکنه و بعدش اطاعت است که رعیت است. این نظام سیاسی اسلام است. مشوره شاید بعض دوستا اینطور فکر کنن که من که در سطح مشوره نیستم حتما باید شما بیاین با من مشوره بکنین، اما آنهایی که در سطح مشوره هستن با ایشان شده، اما این معنا را نداره که با سایر متخصصین، علما، تحصیل کرده ها و خواهران و برادران ما مشوره شوه، نشوه، بلکه باید شوه، باید حتما شوه، چرا اونا فرزندان از این کشور هستند. درست. آبدی صاحب شما اشاره کردین، اما خواست مردم با شدن مکاتب پهنتون ها حقوق بانوان است، چیزی که با مشروعیت بین المللی خیلی آسیب رسانه. فکر میکنین این کار چرا صورت نمیگیره؟ این کار نظر به مشکلاتی که موجود است و امارت باعث یک اداره مسئول متوجه ازی است، کوشش داره که امین قصه ها را اصلاح بکنه و خوب است که هرچی زودتر دایی را از آنهایی که تجربه کاری را دارن استفاده شوه و تجاربشان گرفته شوه. تشکر. سیدی صاحب، تعاملات حکومت سرپرست با کشورها در حال حاضر چگونه است؟ جناب آقای بهیر، من معمولا صحبتهایی را که شما مدیریت میکنین روزی هستم. چند روز پیش به همکار شما گفتم که در برنامه رهبری مدیریت کی میکنه، گفت که آقای بهیر، من گفتم اشتراک بکنم. دلیل شما میگم، من نخواستم که بسیار سری صحبت کنم. شما میدونین که کشورها رهبری طالبان، چی میگم، به شمول آقای متقی 16-17 نفر در لست سیاه هستند و به هفته آینده 6 نفر دیگه هم شامل لست سیاه بشه. لست سیاه بلک لیست، جناب آبادی صاحب میفهمند که به خارج سفر کرده نمیتونه، امضایش مدار اعتبار نیه، من حیث شخصیت سیاسی شناخته نمیشه، یعنی به معنای ازی آدم گناهکار به نزد بین الملل مبس ندارد. بنان وقتی که شما تا هنوز آقای متقی در لست سیاه هست، هر وقتی که دنیا وقتی جرات میکنه به رسمیت بشناسه که در قدم اول طالبانی که در رأس هستند که در لست سیاه هستند، اینا از لست سیاه بیرون شوند، من حیث آدم های عادی شناخته شد، من حیث آدم های خارج جرم شناخته شد. یک. دوم، شما میدونید بار بار جناب آبادی صاحب از حکومت مشروعیتش بود، شما بار بار از طالبان شنیدین که میگوین که ما زدیم امریکا رو شکست دادیم، حکومت اشرف غنی رو شکست دادیم، قدرت گرفتیم. طالبان در حال حاضر حکومت مسئولیت و خدمتگذاری نمیدانن، قنیمت جنگی میدانن. بنابراین تا وقتی که شما حکومت یک مسئولیت ندارین، یک خدمتگذاری ندارین، قنیمت جنگی میدانین، دنیا با شما تعامل نمیکنه. اگر آقای امیرخان متقی میخواهد که دولت طالبان به رسمیت شناخته شه، اول تلاش کنن که رهبری طالبان از لست سیاه بیرون شه. این گپای حقوقی است، من نمیخواستم اینطور واضح صحبت کنم، عذر میخواهم. بنابراین مشکل داره، دنیا مشکل داره، تا طالبان این مشکل رفع نکنن وضعیت به این حالت دوام میکنه. اما اجراءات قنسولی، جناب مبلغ صاحب گفتن این کارها خوب شده، باید مشکلی مردم حل شه، باید راه حلی پیدا شه. اگر کسی که به قنسولگری ترکیه بود هر امضایی که میکرد کابل قبول نمیکرد، حال امضای نفری خود که روان کرده قبول میکنه. اینها کارهای روتین است، کارهای یومی است، کارهای روزانه است، اما رسمیت شناختن کوه هست و کتل داره. تشکر. مبلغ صاحب، رابطه افغانستان با جهان اگر ارزیابی بکنیم چگونه است؟ در حال حاضر تسلیم کردن قنسولگری، سفارت و همچنان باز نماندن سفارتخانه کشورها در کابل به معنی چیست؟ ببینید، من همیشه به عنوان یک کسی که در هیچ جای منفعتی نداشتم، بزرگترین منتقد جمهوریت قضایی بودم من و از الف تا یایشان کسایی را که خاطی بوده، از هر قشر و از هر قوم و طایفه‌ای که بوده را من انتقاد کردم، انتقادهای سخت.
امروز هم اگر ما چیزی میگیم به خاطر این هست که انمی خاک، انمی جغرافیای مردم ما و شماست. مردم ما و شما جای دیگه ای ندارن. در هیچ جای عزتشان حفظ نمیشن. بیاییم با تک محوری امی جغرافیا رو بر مردمان امی سرزمین تنگ نکنیم. چیزی که امارت اسلامی حکومت سرپرست امارت تاکید کرده که افغانستان خانه هم افغان است و افغان ها باید داخل افغانستان زندگی بکنن. ببینید شعار و تاکید به درد ما نمیخورد. افغانستان زمان تمام افغان ها برخواهند گشت و زندگی خواهند داشت که در اونجا احساس امنیت روانی بکنه، احساس کنه که نسل آینده ما در اونجا آینده دارد، احساس بکنه که در اینجا آینده فرزندان ما تباه نمیشه، طفل دختر ما آیندهش تباه نمیشه. ببینید یک وقت هست ما شعار میدیم، یک وقت واقعا میایم میگیم که در اینمی جغرافیا، اینمی سرزمین چیکار کنیم که مشکل مردم حل شود. اگر دید دوم باشه، یعنی همه ما به عنوان افغانستانی ها بیاییم که روی یک پروگرام و یک برنامه کار بکنیم که چطور میتانیم از این گردنه بسیار خطرناک، جناب بگیر، گردنه بسیار خطرناک افغانستان را عبور بدیم، نیاز به شعور ملی داریم، نیاز به همفکری ملی داریم، نیاز به ای داریم که از پتانسیل و ظرفیت تمام ظرفیت ها استفاده شود. یک گروه نمیتونه باز اینمی ملک دچار مشکل میشه، دچار جنگ داخلی میشه، دچار سقوط اقتصادی میشه. شما فکر میکنید تا کی 40 میلیون دلار هر هفته خواهد آمد و در بدل ای از ما چی میخواهد دنیا؟ کسایی که پول میفرسته چه چیزایی را از ما امضا میگیره؟ تمام اینا استقلال ما را زیر سوال میبره، موجودیت سیاسی ما را زیر سوال میبره، عقلانیت سیاسی و مدارا را اگر به خرج نمیدیم باور به خدا بکنید این مملکت از بین میره. تشکر. نسلهای آینده ما دچار مشکل میشه. گپ ما این هست که به چیزای واحد دل خود خوش نکنیم. تشکر. تمام سلیقه ها و افکار را بگیریم، یک حکومت ملی جور کنیم، بدون جنگ، بدون خونریزی، بدون جنجال بیاییم امی ملک با هم. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. آبدی صاحب، یک تحلیل اگر داشته باشیم، چرا افغانستان در 18 ماه در انزوای سیاسی است؟ این سوال ابعاد مختلف داره بیر صاحب محترم. ای خارجی هاست که برای حکومت ما و برای ملت افغانستان مشکلات دچار کرد، دچار مشکلات ساختنش. اما ای به این معنا نیست که ما همه کارا را درست کردیم. چیز گندم تر بوده، چیزی آسیا کند. یک سلسله حالت های ما باعث شده که ما کند باشیم. شرایط عینی افغانستان ایجاب میکنه که مسائل به کندی پیش بره. اما از طرف دیگه آنهایی که داد از انسانگرایی میزنن، محبت انسان و سایر شعارهای بلندگویی که دارن، هم با ما هم کاری نکردن. نخواستن که افغان ها از این مشکلات به زودی به در بیایه. بیشک که ارزش های را عنوان میکنن. ای ارزش ها میشه که در مسیر راه اصلاح شوه و جور شوه و درست شوه، نه ای که توافق میکنن که ما در امور داخلی افغانستان مداخله نمیکنیم، اما در امور داخلی افغانستان چنان مداخله میکنن یک حکومتی که وجود نداره، اصلا نه وجود فیزیکی داره، نه وجود اقتصادی داره، نه وجود سیاسی داره، نماینده حضور در سطح ملل متحد میپذیرن و در مسئله محکوم کردن روسیه و اوکراین از او استفاده میگیرن که یک رای مثبت بدن. آیا این ارزش بین المللی است برای رسمیت شناختن؟ نیست. به این خاطر دلیلی که ما دچار از این مشکلات شدیم بسیار زیاد است، اما مهمی است که ما خود ما ملت افغان، خانهایی که در بیرون هستن مثل ما، خانهایی که در داخل هستن مثل شماها،
ما با هم گذشته ها را فراموش کنیم. فراموش شاید نشه، ازش گذشت کنیم و با هم از امی امکانات فعلی که در دسترس ماست استفاده بکنیم، ملت خود جمع کنیم، به زخم و دردهای ملت خود برسیم. اگر خواهران ماست، به تمام مانا باید به صدایشان لبیک گفته شود. آبدی صاحب، شما اشاره کردین افغان ها جمع شوه، مسئولیت کیست که افغان ها را جمع کنه؟ فکر نمی‌کنه مسئولیت به دوش حکومت است؟ این مسئولیت ملت هم است، نه تنها امارت اسلامی، خود ملت. این هم امروز شما ابتکار کردین، برادر عزیز ما سیدی صاحب، برادر محترم ما را از ترکیه و ما را از یک جای جمع کردین تا یک صحبت خودمانی را داشته باشیم بر ملت ما. این ابتکار و افتخارش نصیب شما و تلویزیون آریانا است. و آنهایی که رنجه کردن، در قدم رنجه کردن، آمدن یک اجتماع را جور کردن. اینمی را ما این کشافتیم. امروز اگر 4 نفر در این مجلس هستیم، یک روز دیگه 4 میلیون با هم در یک مجلس باشیم. ما با بار بار احزاب سیاسی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان در روز اول اعلان کردند که ما گذشته ها را فراموش کردیم. آل وقتی عزیز که ملت خدا بسازیم. ما خودم خواهشم از تمام ملت ما همی است که بیایی که از این زمینه استفاده بکنیم، ملت خدا بسیج بسازیم، جمع کنیم و برشان خدمت کنیم. تشکر. سیدی صاحب، زبان مشترک میان افغانستان و جهان تا هنوز چرا به وجود نامده؟ چرا تا هنوز؟ چون جهان هم از افغانستان خواسته های داره، افغانستان از جهان خواسته های داره. آیا این خواسته ها چرا منسجم نشده تا هنوز؟ چرا تا هنوز یک فضای باور، یک فضای قناعت پیدا نشده؟ جناب بین صاحب، سیاست یک تعریفی داره. سیاست هم علم است، هم هنر است، هم تجربه زندگی. متاسفانه طالبان تجارب جنگی وسیع دارن، زیاد، اما تجربه از علم سیاست ندارن. من خدمت شما بسیار احترام و عرض بکنم که دنیا امروز به یک دهکده شده از مطبوعات. ها، شما طوری که میگین زبان مشترک، اگر من در افغانستان همین از شما از قماندان قول اردو تا والی تا وزیر 4 نفر میبینشان بتین که ملای مسجد نباشه، مولوی نباشه. من احمد سیدی را شما میشناسین که در زمان حکومت قینی و کرزی میگفتم که حکومت شما سقوط میکنه به خاطر که شما پشتیبانه مردمی ندارید. حالا هم میگم این حکومت سقوط میکنه چون پشتیبانه مردمی نداره. حکومت هایی که میمانه پشتیبانه مردمی باید داشته. حرف دوم، مرا شما دعوت میکنید که بیا به امارت اسلامی مثال کمک کن. یک وقتی آقای وزیر خارجه امیرخان متقی به من تلفن کرد، گفت بیا اول بیعت کن. من یک دفعه به خدای خود بیعت کردم، من به بندهش بیعت نمیکنم. باید. دوم، حرف دوم، به دختری دارم به تحصیل ضرورت داره. آقای بیر تو بگی دختر ما کجا بیاید درس بخونه؟ همین تو من احمد سیدی باز من علوم سیاسی خوندم. من حکومتی که به لباس مردم قرض داشته باشه که لنگی سیاه بپوش، پرهن تمار بپوش، ریشی تو چند قبضه باشه، بوتای تو کوری بلند نباشه، بوتای زنی تو کوری بلند نباشه، تق تق نکنه. حکومتی که به بوت مردم ضرورت داره، من چطور کنم؟ خودی شما بگوید، شما قضاوت کنید. حکومت ها چی است؟ حکومت باید خدمتگار مردم باشه، با مردم باشه، به شخصیات مردم که تو لباس پرهن تمال بپوش، دریشی نپوش، تو نیکتایی نزن که از حضرتی نمیفهم از عیسوی هاست، از برای خدا به عصر و زمانه حاله. پس من به یه باورستم، به یه غیره هستم که با این شبه کاروان به منزل نمیرسه. وقتی به منزل میرسه که آدم ملت با خود داشته باشه. تشکر. شما سیاست داخلی و خارجی لازم و ملزوم یک دیگر هستند. اگر شما در سیاست داخلی خود را آماده مبارزه با سیاست خارجی نکنید، ناکامی شما از این برتر است. تشکر. مبلغ صاحب، شما بیشتر اشاره داشتن برنامه داخلی یا برنامه ملی باید صورت بگیره. چگونه؟ آیا افغانهایی که در بیرون هستند اگر داخل کشور نیایند، برنامه داخلی یا برنامه ملی آغاز میشه؟ ببینید، برخلاف جناب آقای عابدی که میگه وظیفه ملت هم هست، من فکر میکنم بار بیشتر قضیه برمیگرده به مجموعه هایی که امروز قدرت را در دست دارن. یعنی تصمیم اینا میتونه برای افغانستان راهگشا باشه، میتونه با یک خطای تاریخی سرنوشت نسلای ما شما را عوض کنه.
چپی ها خطا کردن. اصرار داشتم که کل افغانستان را چپ بسازن. مجاهدین خطا کردن. قبل از او شاههای مطلقه خطا کردن. اینا درس های تاریخی برای ما و شما هست. تنها زمان ما میتانیم باید تفاهم ملی برسیم که بلند نظری ظرفیت کلانی را در خود به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی کسی کلان هست مجموعه های مختلف را دور هم جمع میکنه و صداهای مختلف گوش میده. طالبان امروز بیای همین پلتفرم ملی را ایجاد بکنن. بیای یک پلتفرم و چتر ملی را ایجاد بکنه، بگه که ارزش هایی که من طالب به باور دارم اینا هست. یک، دو، سه، چهار. شمایی که مثلا در رهبر فلان حزب هستی ارزش های تو چی هست؟ دیگری که از در فلان منطقه کلان هستی ارزش های تو چی هست؟ ادغام از همه اینا میتونه یک چتر کلان ملی رو بود. تشکر. من به هیچ عنوان موافق نیستم که جنگ میتونه ما و شما رو به آینده سعادت من برسم. من به هیچ عنوان موافق نیستم که یک بار دیگه باز ما راه حذف پیش بگیریم. نه حذف طالبا ما را به جای میرسانه، نه حذف مخالفین طالبا. تنها راهشی است که اینا با هم دیگه یک پلتفرم عقلانی، عقلانیت سیاسی و تفاهم ملی را ایجاد بکنن. تشکر خیلی زیاد مهمانان عزیز که در برنامه حضور یافتین. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر، تا این دم ما را همراهی کردین. وقت به شما خوش.